اگر تا همین 48 ساعت گذشته آمار ابتلا به کرونا روزانه به 100 هزار نفر رسیده بود، دیروز با چند ده نفر فاصله به 180 هزار نفر رسید. همکنون بیش از 17 هزار نفر بستری، 123,188 نفر قربانی و نزدیک به 52 هزار نفر واکسن زدند. کارکنان بیمارستان ادامه کار را با خستگی به عهده دارند و گزارشات میگوید حتی آنهایی که به مرخصی رفته بودند به کار فرا خوانده شدند. غرفه های بهداشتی و تزریق واکسن حتی در خیابان شانزلیزه جا خوش کرده است. در بروکسل مردم برای تصمیمات رعایت و احتیاط دست به تظاهرات از سر مخالفت زده، میگویند مکانهای فرهنگی را تعطیل نکنید. این هم سگ ناراضی یکی از تظاهر کنندگان. دوشنبه پس از نشست مقامات فرانسوی، تصمیمات جدیدی از هفته اول سال نو به اجرا درخواهد آمد. آقای ژان میشل بلانکه وزیر آموزش و پرورش میخواهد بازگشای مدارس مسئولانه تصمیم گیری شود. به هر حال علائم اومیکرون جدا از سرفه و دردهای ماهیچه، تب و عرق سرد است. میدانیم که جشنهای کریسمس شمار مبتلایان را بالا برد. بنیادهای خیرخواهانه هدایایی را در میدان جمهوری پاریس به مردم میدادند. بنیادی با عنوان یک پتو و رو انداز برای زمستان بر محتاج و بیخانمان یک پتو هدیه داد. مرد 78 ساله‌ای را که میبینید 40 سال است شب نوئل را در کنار تخت کودکان در بیمارستان‌های کودکان می‌گذراند. ابعاد واگیر و اثرات روحی و مالی کرونا کم نیست. کار به کتاب‌فروشی‌های کوچک مثلا در شهرهای کوچک امریکا هم رسیده، آنها را به ورشکستگی برده است. از کتاب و کتابخانه گفتیم، کاباره‌های مشهور مانند مولان روژ هم در پاریس تعطیل شدند، چون حتی با رعایت فاصله فضا هشدار دهنده است. و ما درباره نشست وین می‌دانیم که نماینده آژانس یعنی جانشین آقای گروسی، آقای انریکو مورا گفتگوها را مدیریت می‌کند. اروپایی‌ها می‌گویند نباید زمان را تلف کرد و هر چه زودتر حاصل گفتگوها مشخص شود. حکومت تهران بیشتر از در جستجوی لغو تحریم‌ها آمده است. واشنگتن در پی اطمینان از عدم سرپیچی‌های آینده حکومت است. می‌دانیم که به زودی آقای رئیسی به مسکو خواهد رفت و اگر مسکو به آینده مذاکرات خوشبین است، یعنی که خواسته‌ها و توقعات برآورده شده است. حال گوینده این وعده‌ها از پشت ماسک یا بدون ماسک صحبت کرده روشن نیست. در سایر خبرها از جمله در منطقه و در ارتباط با اسرائیل، دیروز نخست وزیر این کشور گفت چنانچه احیای برجام بر پایه‌های اساسی و اطمینان بخش تکیه داشته باشد، اسرائیل هیچ گونه مخالفتی با آن نخواهد داشت. در منطقه و باز خبرهای متصل به اسرائیل، آقای بنی گانتس وزیر دفاع اسرائیل در کشورش با آقای محمود عباس 86 ساله دیشب دیدار کردند. روابط سرد حکومت فلسطین با اسرائیل از دوره آقای ترامپ سر گرفت. اما نکته جالبتر این که حتی در نشریات اسرائیلی عکسی از ملاقات دو مقامدار فلسطینی و اسرائیلی دیده نشده و هرچه است دو عکس چسبانده به هم است. به هر حال این سفر رسمی آقای محمود عباس به اسرائیل بود و همزمان شب قبل از آن نیمه شب اسرائیل به پایگاه‌های در سوریه که گفته شد به جمهوری اسلامی تعلق داشته حمله کرد و همینطور آقای بنت نخست وزیر اسرائیل گفته با بودجه عظیم خانه‌سازی را در جولان دو برابر خواهد کرد و به این ترتیب باور بازگشت جولان به سوریه به محال نزدیک می شود. به هر حال ناباوری خبری پایان بخش برنامه امروز است، از جمله با سرکشی به سایت رئیس جمهور که از خود ایشان دکتر تا تک تک وزرای ایشان یا دکترند و یا مهندس، مگر وزیر اطلاعات و یا وزیر دفاع، وگرنه خانم معاون آقای رئیسی در امور زنان هم ایشان
دکترا دارد. جالب است از قصه آدم و حوا تا امروز هیچ کابینه دولتی در هیچ گوشه‌ای از جهان دربست دکتر و مهندس نداشته است.